وقتی بدونی چی کار کردی، چجوری میدونی چی کار کردی، تو دفتر برنامه‌ریزی ثبت شده باشه. اوکی، پس دفتر برنامه‌ریزی همه داریم دیگه. از جلسه بعد دفتر برنامه‌ریزی می‌خوایم باهاش چیکار کنیم؟ می‌خوایم باهاش مثلا فوتبال بازی کنیم؟ نه دیگه، دفتر برنامه‌ریزی می‌خوایم برنامه‌ریزی کنیم. برنامه‌ریزی توی دفتر برنامه‌ریزی اکثر، حالا اصلا برام مهم نیست که کدوم مؤسسه باشه، چه جوری باشه، کجا باشه، قلمچی باشه، گاج باشه، گزینه 3 2 باشه، هر چی باشه، برای من اهمیتی نداره دفتر برنامه‌ریزی چی باشه. دفتر برنامه‌ریزی اصولا دو تا ستون داره، یکیش روزامونه که مثلا شنبه، یک شنبه، دو شنبه، ببخشی خطم بده، هر کدوم که می نویزم و می خونم که دیگه متوجه بشه چی می نویزم، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه. این شد دفتر برنامه‌ریزی من دیگه. و تقریبا هر دفتر برنامه‌ریزی از هر مؤسسه‌ای باشه یه همچین اشلی داره دیگه، درسته؟ چند تا درس داریم ما؟ پس یه ستون درسی داریم، می نویسیم اسمش درس. خب اسمش بشه درس. درس هامون چی هست؟ از عمومی ها مثلا شروع کنیم، ادبیات، عربی، دینی، زبان، ریاضی و تجربی رو یکی میکنیم میگیم ریاضیات، ریاضی، فیزیک، شیمی و حالا مثلا تجربی هم زیست دارن. زمین هم کاری نداریم. این الان یه مثال میخوام براتون بزنم خب، که ببینیم چه جوری ما قراره برنامه‌ریزی کنیم و بر اساس اون برنامه‌ریزیمون داشته باشیم که چه جوری قراره تو این برنامه‌ریزی درسایی که قراره بخونیم و خب بگنجونیم تو این دفتر برنامه‌ریزیمون که بتونیم خیلی بهتر خب ما اینها رو داشته باشیم. حالا این دفتر برنامه‌ریزیمو من جدولش هم سریع براتون کامل کنم خب، که یه برنامه نمادین من الان براتون می‌نویسم، چون قبلا هم من گفتم بچه‌ای که تو همایش بودن میدونن برنامه‌ریزی کاملا باید شخصی سازی شده باشه. اصلا یکی از فرقایی که ما با بقیه جاها داریم این هستش که خب اکثر مؤسسات و آموزشگاه‌ها، حالا چه آنلاین چه حضوری، یه مشاور دارن و هزار تا دانش آموز و این دانش آموزا خب همشون میتونم بگم که تقریبا یک برنامه میگیرن، یعنی یک برنامه پیشنویس شده خب که برای اینا هست و بین هزار نفر مثلا واقعا پخش میشه و اصلا فرقی بین کسی که آقا زیستش قویه، اون یکی گسستش قویه، اون یکی مثلا حسابانش قویه، اون یکی ادبیاتش ضعیفه، اینا فرقی نداره. یعنی اونی که ادبیاتش ضعیفه داره مثلا در هفته 5 ساعت ادبیات میخونه، اونی که ادبیاتش قویه هم داره 5 ساعت میخونه، اون داره 2 ساعت تست میزنه، اونم داره 2 ساعت تست میزنه. خب این فرق چیه؟ اینجا باید چه اتفاقی بیفته که این به اون برسه یا اون ضعیف‌تر نشه؟ پس اصلا عملا برنامه‌ریزی که من بخوام بنویسم به تو بدم، اگر جایی اینو تو ذهنت کردن، اگر همچین چیزی رو جایی شنیدی به عنوان تبلیغ، به عنوان نمیدونم آپشن که مثلا یا آقا آره ما این جوجیم، ما مثلا یه برنامه توپ بهت میدیم بری باش بهتر کنی، کنکور رو پاره پوره کنی، امتحانات نهایی تو 20 بشی، نمیدونم امتحانات میان ترم تو عالی بشی، اصلا همچین چیزی وجود نداره. چون من مشاور هیچ کدوم از شمایی که اینجا هستید رو هنوز نمیشناسم، هیچ کدوم از شما رو من هنوز نمیشناسم. این که مثلا حالا چند تا از اسماتون جلوی مانی، فرناز، ستایش، هیچ کدوم از شما رو من الان نمیدونم کی هستید، چی هستید، کجایید الان، چه میدونم مثلا کدوم درست تو قویه، کدوم درست ضعیفه، تو بخش تستی مشکل داری یا تو بخش تشریحی مشکل داری و هر چیزی که تو بحث درس خوندن تو وجود داره، چه جوری عادت داری درس بخونی، صبح زیست میخونی، شب ریاضی میخونی. مثلا بعضیا که حالا یه برنامه ثابت میدن که هیچی، همه مثلا ساعت 10 صبح تا 11 و نیم باید مثلا فیزیک بخونن، اصلا چه جور چیزی همچین چیزی امکان پذیره براتون؟ خب پس یادتون باشه اصلا این که یک برنامه آماده به این عنوان که من بیام به تو بگم آقا هفته 3 ساعت فیزیک بخون، هفته 5 ساعت نمیدونم ریاضی بخون، اینا رو نداریم. طبق این چیزی که من بهت یاد میدم قراره که تو به من بگی من انقدر لازم دارم فیزیک بخونم، من انقدر لازم دارم فیزیک تست بزنم، من انقدر لازم دارم ادبیات رو بخونم، من انقدر لازم دارم مثلا کلاس برم برای فلان درسم، اصلا متوجه نمیشم خودم میخونم، من لازم دارم در هفته ورزش کنم، من لازم
mẹ mình là dân nước ở đây nha, mình đi ủ chè nha các bạn. Mình sẽ đi ủ chè nha. Đây là cái bình ủ.